عید قربانم بازم از صمیم قلب به تک تک هموطنان نازنین و مهربانم تبریک و تهنیه درز میدارم. ادامه برنامه هست و در ساعت دوم برنامه همچنان قرار داریم با شما عزیزان هستیم. شمایی که ویژه برنامه صبح زندگی را به مناسبت عید قربان تا این لحظه تماشا میکردین، خدا کنه همچنان لحظاتم به خوشی و خوشحالی سپری شده باشه و تا این لحظه لحظات روز اول عیدتان به خوشی و خوشحالی هم همچنان سپری شده باشه. بله، من هم تشکر میکنم از تمام شما عزیزایی که تا این لحظه با برنامه خودتان ویژه برنامه صبح زندگی به مناسبت عید قربان هستین. خدا کنه که از داشته های ما تا این لحظه لذت برده باشین، اما منتظر مهمانان بعدی ما هم باشین که از کشورهای مختلف از نقاط مختلف همراهشان وصل خواهد شدیم و صحبت های بیشتر همراهشان می داشته باشیم و تا لحظات بعد هم یکی از آوازخوانای جوان محبوب خوش صدا و خوشتیمای کشور ما از کشور آلمان با ما خواهد بودن و در مورد کارهای هنریشان صحبت خواهد کردیم و اینکه در کشور آلمان آیا عید قربان را اینا تجلیل میکنن یا خیر، بیشتر صحبتهای خودشان را میداشته باشیم. اینکه بله، مهمان ما کی هست رویا بر شما میده. بله، مهمان ما اقدر تعریفش کردی واقعا تعریفی هم است، مصطفی جان صوفی همراه ما هستن از جرمنی، همین لحظه از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدن و میخواین صحبتهای خودمانی داشته باشن در رابطه با آهنگای جدیدشان برای ما بگن، روزای قرنطینه و کرونایی را چگونه سپری کردن، همه گپایی است که از خودشان میشنیم. مصطفی جان سلام، برات برسه، عیدت مبارک باشه. سلام، صبح بخیر رویا جان عزیز، خدمت شما و خدمت رستم جان عزیز، دو مجری بسیار موفق از این برنامه. سلام، خدا کنه یک روز خوش را آغاز کرده باشین و عید بر شما تبریک، بر همکارای عزیزتان تبریک و به تمام ملت افغانستان تبریک. بسیار خوشحال هستم از اینکه با شما در این برنامه هستم و چند لحظه میتونم که با هموطنان خود، با عزیزان خود عید تبریک بگویم. من گفته نباید گذاشت عید بر فامیل عزیزم که داخل افغانستان هستن، پدر جانم، مادر جانم، دکتر سه برادرم، عید برشان تبریک میگم، دستایشان رو میبوسم، آرزو دارم که روزای بسیار خوش و پر از برکت و بدون جنجال و بدون مشقت ها را در پیش داشته باشند. بسیار تشکر مصطفی جان عزیز، ما هم بسیار خوشحال هستیم از اینکه در روز اول عید در ویژه برنامه خودت را در برنامه داریم و ما هم عید قربان را صمیم قلب بر خودت مبارک میگم. ان شاءالله که بتونی سه روز عید به خیر و به خوبی سپری بکنی، گرچه دور از وطن هستی، مطمئنن که امو مزداری هایی که در خود کشور ما هست، در داخل وطن هست، در کشورهای بیرون نمیتونیم که واقعا احساسش بکنیم. چه پشتشان دق شده باشه. کاملا همین رقم است، امو کیف و مزه که در داخل وطن عید تجلیل میشه به اونمو حال و هوا و به اونمو هیجان کس که روزای قبل از عید بر خیاط آدم میره، لباس میدوزه، آدم میره به اصطلاح رخصتی ها شروع میشه و گپا اینجا خواه. متاسفانه روزای نرمال کاری است و همگی در کار میباشن و آنچنان رخصتی سه روزه و گپا نیست، ولی باز هم افغان ها کوشش میکنن که برنامه های خود داشته باشن، کنسرت های خود داشته باشن. متاسفانه به خاطر موضوع بسیار پر از جنجال کرونا و قرنطینه و گپا کنسرت ها بر مناسبت عید برگزار نشد، ولی در کل سالانه بر عید و نوروز برنامه ها و کنسرت ها را دایر میکنن هنرمندا و مردم اونجا جمع میشن، با هم تجلیل میکنن و انجمن های خرد و کوچک که در سراسر اروپا از اونا هم به گونه تجلیل از عید میکنن، ولی آنچنان کیفی که در وطن است واقعا اینجا نیست و قربانی هم اینجا خوبی که اجازه نیست. بله. آله خو مصطفی جان نیستین دیگه اینجا، جای شما خالی، ما به جای شما خوش میگذرانیم. پدر جان و مادر جان تان هم اینجا هستن، مطمئن هستم وقتی که خودت هم اینا خیلی خوشحال میشه که همه قمی گی میخندی و در اینجا صحتمند و سر حال هستی. ام پشت سرت معلوم میشه خوب ترتیبات برای روز عیدت گرفتی، یک شام مقبول هم روشن کردی، خوب فضا را برای خودت رمانتیک و مقبول ساختی. کاملا روی جان، ما بی تفاوت از بر ما که در بیرون چی رقم تجلیل میشه یا نمیشه، چون در مملکت های اروپا و امریکا و اینجا اکثرا فرهنگ های مختلف زندگی میکنن، سنای مختلف زندگی میکنن، هر کس به هر حال هواست، بر ما بی تفاوت است که در بیرون چی جریان داره، ولی ما در داخل خانه خود همیشه همو فرهنگ خود، کلتور خود، همو رسوم خود که بسیار شیرین هم است از اون لذت میبریم و تجلیل میکنیم همیشه وقت دوستدار فرهنگ خود هستیم. بسیار عالی مصطفی جان، در عید گذشته هم ما مهمانای داشتیم از کشور آلمان، از شهرهای مختلفش با ما وصل بودن و گفتن که اصلا ما در عید دید و وادید نمی کنیم، دوستان را نمی بینیم چون که قرنطینه است و ما اجازه نداریم که از خانه بیرون شویم. فعلا چطور است؟ فعلا هم قرنطینه پابرجا است یا اینکه کم کم برداشته شده و شرایط کاملا به حالت نرمال عادی خود برگشته و خودت هم شاید بعض دوستان را دید و وادید بکنی؟ بله بله، خب عید گذشته که بود ما در قلب قرنطینه و در قلب کرونا قرار داشتیم
و بسیار یک فضای پر از استرس، استراب و بسیار پراگنده بود مردم از لحاظ روانی. اصلا بدون از اینکه موضوع کرونا باشه، می خود از این سر روان انسان ها بسیار تاثیر کرده بود. متاسفانه نمیتونستن که دید و وادی داشته باشن از نزدیک، قطعا اصلا جریمه مانده بودن. اگر از یک نفر دو نفر روزای اول اگر دو نفر می بود جریمه می شد. باز بعدن گفتن که فامیلا اگر یک جای باشه فرق نمیکنه، یعنی در یک موتر سه نفر چهار نفر اجازه نبود. از این قبیل پابندی ها بسیار زیاد بود، ولی فعلا موضوع قرنطین تقریبا به 50% رسیده. مردم چون با دولت هم کار هستن، مردم با وزارت صحت هم کار هستن و همو حفظ الصحه را مراعات میکنن، هم تدابیری که برشان از طرف دولت حکم شده و اون امور پیش میبرن، ماسک و ضد عفونی و گپا متواتر استفاده میکنن. به اون خاطر یک مقدار آزادی شده و ما حالا میتونیم که با دوستای خود ببینیم، بشینیم، اما تدابیر ما درست و چوکات برابر شدیم. روزهای اول نمیفهمیدیم چی باید کرد با این جنجال، چی باید کرد، ولی پسان یاد گرفتیم که چگونه میتونیم که خدا حفظ بکنیم. خب رستم جان، با مصطفی جان وقت بدیم که برن آماده شون، آمادگی خودا بگیرن که ما اجرای مقبولش بر ما داشته باشه. بله، فکر کنم که آماده هم هستن دیگه. هارمونیا گفت که پیش رویشان گذاشته شده، فقط اینکه اما سوچای شب با آماده بسازه، تنظیم بکنه بله. که به خیر زمزمه داشته باشه بر ما. و مصطفی جان هم واقعا از جمله آوازخوانای جوان ما هستن که صدای فوق العاده مقبول و گیرا داره و گوش انسان را واقعا نوازش میکنه و تمام آهنگا و کلیپای که آماده کردن خیلی علاقه من پیدا کرده در مدت خیلی کوتاه. بله، خب مصطفی جان آماده است، میریم به طرفشان و اجرای زیبایشان رو با هم میبینیم و میشنویم. خب خدا کنه که با زمزمه ما خسته نشین. با ما فعلا یک هارمونی است و یک تبله الکترونیکی و یا برقی. دیگر روز هم روز عید است و ما برتانگان زمزمه های لایف و زنده خواد داشتم به خاطر شادی هرچی بیشتره شما و بینندگان معزز.
به به، واقعا اجرای فوق العاده زیبا و قشنگ را داشتیم از مصطفی جان صوفی که چقدر مقبول زیبا میخوانند. امو رقم که کلپ هایشان شنیدیم، ویدیوهایشان دیدیم و امو رقم امروز هم به صورت لایو بر ما اجرا داشتن که فوق العاده مقبول زیبا بود. امیدوار هستم که بیننده عزیز ما هم از شنیدن و دیدن آهنگ مصطفی جان لذت برده باشن و کیف کرده باشن. بیازو خدا ای جای شک نیست. مصطفی جان که خوش بیننده عزیز ما باشه. چرا نه؟ صد البته. مصطفی جان روزای کرونایی چطور سپری کردین؟ راست شه بگوین چقدر دقا ورده بودین؟ از فرصت استفاده کردین یا نه در قسمت آهنگا و ساختن آهنگای نو؟ جالبی بود که خب زندگی هنرمندا در کل بدون موضوع قرنطینه و کرونا هم یک بود قرنطینی خود داره، به خاطر از اینکه هنرمندا اکثرا مصروف ساختن آهنگا میباشن، وقتشان در استودیوها تیر میشه، شب و روزشان زیادتر در سفر آدم میباشه، زیادتر وقت تو وقت میشه یک روز دو روز آدم از خانه نمه برای کار میکنه روی کارهای خود. بر من کدام چیز بسیار نو نبود در خانه ماندن، به خاطر که من هم یک انسان بیرونی هستم و هم یک انسان خانگی هستم، یعنی هر دو طرفش بر من یعنی کدام مشکل نیست. ولی آنچه که من بسیار زیاد یعنی بر من پیام خوب بود این بود که من بیشتر با فعالیت های خانه، مثلا در خانه با خانمم زیادتر وقت خودم میتونستم سپری بکنم، در کارهای خانه سهم میگرفتم، بعضی چیزهایی که در خانه مثلا یعنی ما نمیفهمیدیم که خانم ما چقدر زحمت میکشن، بعضی چیزها رو اونجا مختیم و در پالی از او از وقتهای خود از لحظات فرصت خود بسیار لذت بردم. من بسیار خوب. مثلا اون فیلم های دلخواهی که من باید سیل میکردم، تلویزیون سیل میکردم، آهنگایی که مانده بود، اشعار که مانده بود، مطالعاتی که مثلا من ضرورت داشتم کوره باید به پیش ببرم، اون کارا را کردم و بیشتر و بیشتر به موسیقی نزدیک شدم. یعنی در زندگی ما شاید اینقدر لذت که از روزای قرنطینه در خانه ماندن کردیم بردیم شاید دیگه مهیا نشه، به خاطر دو سه ماه مکمل رخصت و مکمل با تمام کارهایی که تنظیمات و ترتیبات که باید در خانه گرفته شوه، جمع کاری خوب فایده کردیم، تنظیم کاری بسیار زیاد، بله، بسیار آهنگ ساختیم، بسیار پارچه ساختیم، بسیار عالی، سر بسیار موضوعات هنری زیاد کار کردیم. بسیار عالی. مصطفی جان خودت گفتی که کارهای خانه هم کمک میکردی و بعض وقتا در کارهای آشپزخانه هم کمک میکردی، کدامش از خوبتر بلد شدی؟ آشپزی زیاد لایق شدی، غذای نو یاد گرفتی، یا ای که در قسمت پاکاری خانه زیاد لایق شدی؟ والا پاکاری کمتر، اما در آشپزی بسیار لایق شدیم به خدا. کدام غذا رو بهتر آلم میتونی پخته بکنی؟ والا کل غذا رو یاد گرفتیم. ماشاءالله خیلی دیگه بخیر دیگه. بسیار قابلی بسیار. بله، یه قابلی بسیار، اما تو بسویه بسیار. اینا خیلی غذای وطنی هم دوجا تیار میکنین. یگان تو میرن خارج از کشور غذای وطنی رو بخی میگن دیگه خوشم نمیخورم، بخی مودشان بالا میرن نمیخورن اونقدر. والا رویا جان باور کنیم که ما مثلا از بسیار آشپزخانهای دنیا نان خوردیم، یعنی بسیار جایا برابر میشیم یا دعوت میشیم یا میریم، ولی ام کیفیت غذای افغانی را ما در هیچ غذای نیافتیم تا بالا. و به مو خاطر هم است که ما هم از غذای خوشمزی آلمانی، ایتالیایی، مثلا ترکیه هر چیز استفاده میکنیم کم کم، ولی بیشتر و بیشتر غذای خودمون نام خودم همین منیوی افغانی قدر زیاد است که هیچ خلاصی و کلشون بسیار خوشمزه و کلشون میاد دارم پخته کنم و بسیار خدا خانم ما میاد داره، اما اینجا بر خود پخته میکنیم. نوش جان تا نوش جان, جان گفتی رویا نوش جان هم اعضای خانواده باشه که دست از دار خودت نوش جان میکنن و تهیه کننده برنامه ما میگه که در کدام جای برش فکر کنم کرایی مرغ آماده کرده بودی و تا حال تعریف میکنه که مصطفی جان قدر یک کرایی مرغ مزدار بر من پخته کرده بود که تا هنوز دهی جای نتونستیم که به مو رقم مزدار نوش جان کنم. والا در افغانستان که بودم دستم میگشت داشت بازی بیگه پا، چون یکان وقت پخته میکردم دفترم بود، مثلا دفتر کاری بیا بود، یکان وقت که فرصت میبود پخته میکردم. ولی وقتی که به طرف آلمان آمدم، من خود زندگی مسافرت، خود زندگی که آدم از خانه، از جای، از آغوش مادر بسطلاح جدا میشه، آدم سفر میکنه، مسافرت میکنه، با حالتهای مختلف زندگی روبرو میشه، با تنهایی ها گاهی روبرو میشه و این برادم بسیار آموزنده است، نه تنها در آشپزی، در بسیار مسائل دیگه. و زمانی که من ازدواج کردم خب خوشبخت هستم از اینکه همسر عزیز ما نام خدا بسیار لایق از این مسائل و بسیار خوشحال هستم از اینکه میتونم امرایش همکار باشم در قسمت هم تهیه غذا و گپا و
همین خودش یک رقابت هم پیدا میشه. کنان به تانگان خیوان غذای مزادارتر کتک کنگان گپا یک رقابت هم از آدم وادار میشه که یاد بگیره و قرنطین خب بیخی رول مهم بازی میکرد. دیگر حفیظ جان گل که او کبیره که ما پخته کردیم که خوششان آمده ما برش سلام میکنم و تشکری میکنم و خیر آمدیم باز برش پخته میکنین حتما باز این دفعه برش کرایی بسیار عبدیت با رسپت های نو با خوب اسپیشال برش تیار میکنین دیگه حفیظ جان میگه تا که شما بیاین دوباره بخیر به افغانستان تا مو وقت دیگه نمک ها خورده خواد رفت شربت اشتا خورده میباشه انشالله بخیر کش میکنم به بسیار زودی بخیر باز بیاین دوباره دیدار بکنم سلامتی باشه انشالله بخیر و سلامتی به طرف اجرای بعدی تان بریم مصطفی جان به صبرانه منتظر هستیم چرا نه هزار دفعه برتان میخوانم نمیگه که یه آهنگتان مست است آرام است چگونه است و من همیشه وقت عادت دارم که میگم که یک سرپرایز باره یک چیز باشه بشنون عزیزا باز اگر دفعه تن تشریحات زیاد بتون باز بیمزه میشه خوش شانتن خواهش میکنم بله بیننده عزیز پس همین لحظه یک زمزمه بسیار مقبول و قشنگ و آهنگ جدید مصطفی جان صوفی را با هم یک جا میشنویم جدید نگو خب قبلی است بله بیننده های عزیز پس همین لحظه یک اجرای بعدی را از مصطفی جان صوفی میداشته باشیم به به مصطفی جان همیشه زیبا میخوانند همیشه مقبول میخوانند و یک آهنگشان از آهنگ دیگری بهتر و مقبول ترم هست یک آهنگش خیلی من دوست دارم یک آهنگ مصطفی جان رستم جان میگن بله. تا تو را دارم دیگر غم چی دارم یا غمی ندارم خیلی آهنگش مقبول است خیلی من خوش دارم یعنی اکثر جوانی آهنگم خیلی میپسندن واقعا آهنگ فوق العاده زیبا و قشنگ است و از زمانی که آهنگش نشر شد علاقمندای بسیار زیاد مصطفی جان پیدا کرد این آهنگش البته هر آهنگش علاقمندای خاص خود را داره ولی آهنگش بیشتر و در برنامه موسیقی شبکه آریانا هم بیشتر فرمایشات میای از طرف بیننده عزیز ما و به خواستار نشر این آهنگ میشن مصطفی جان اگر خودت موافق باشی همین آهنگ یک بار بدون موسیقی میشه بر ما زمزمه بکنی ببخشید خواهش میکنم بله چرا نه هزار دفعه براتون زمزمه میکنم خدا جان قد تو سر به چمن ساخت تو را زیباترین
دختر وطن ساخت، شدم عاشق با چشمان شهلا. تو را معشوقه زیبای من ساخت، تا تو را دارم دگر غم چی دارم. تو هستی یارم، تو باشی در کنارم. روی تو را لاله ها نداره، چشم تو را ستاره ها نداره، رقص تو را پروانه ها نداره. تا تو را دارم دگر غم چی دارم. تو هستی یارم، تو باشی در کنارم. به به واقعا خیلی زیبا، خیلی عالی. گرنگ می باشه حتما میوه خشک زیاد خوردی مصطفی جان. خب کم کم بخور، از خودت از پسانتر هم میتونی میوه خشک بخوری. بادام و چارمغز و از این گپا بسیار زیاد استفاده میکنم. بادام و چارمغز و کاجو دیگه کی خوش نداره؟ راستی هم گلونه برش مشکل ایجاد میکنه. نوش جانت باشه مصطفی جان، مثل همیشه مقبول زمزمه کردی، واقعا خوشم میه این آهنگ و خوب شد که همین لحظه خودت دیگه برام زمزمه کردی. هم زیبایش دو چندان بود، هیچ مشکلی در گلونتام نبود اصلا، هیچ رایی نزد. سلامت باشین. واقعا یکی از پارچای بود که من دیگه در اولین قدمای کامدم به طرف اروپا یه آهنگ ثبت کردم و ویدیو کلیپش را در شهر استانبول ثبت کردیم با هم، همین تیمی که بودیم. و خوشبختانه که مورد پسند مخصوصا جوانان زیاد قرار گرفت و کارهای بعدی هم بخیر دارم، آهنگای بعدی هم دارم. یک آهنگ که آدیویش ریلیز کرده بودم، آهنگ فرم قطغنی داره و شعرش هم تقریبا 90% از خودم است و با همکاری قاسم جان بیروز و کمپوز خود کاملا از خودم است و سر موسیقیش هم زیادتر خودم کار کردیم همراه واسه جان فرامرز در افغانستان که بودن. پیامش این است که میگه از محبت خارها گل میشود. این ما در قالب قطغنی آوردیم و بخیر ویدیو کلیپ از یوهنگ هم به میزودی ها بخیر نشر خواهد شد، چون کارش تمام نشده به خاطر موضوع قرنطین. و یک آلبوم 14 پارچه که کاملا غزل است، به خاطر که عزیزایی که آهنگای مثل دوری و دوستی، مثل تا تو را دارم، مثل می آهنگ قطغنی رو شنیده بودن، فکر میکردن که ما از غزل دور شدیم، ولی نه. ما با نوازنده ایندی 14 آهنگ غزل لایو و زنده ثبت کردیم، کور به شکل صوتی با سی دی و با دیسکوی گپا آماده میسازیم و بازار ریلیزش میکنیم. خیلی خوب، بسیار عالی. نام خدا امور خم که مصطفی جان، نام خدا ما تو یک بچه با استعداد، یک جوان با استعداد هست. شاید بر تعداد زیاد از بینندای ما هم معلوم باشه که در یک خانواده خیلی با استعداد هم مصطفی جان خوشبختانه زندگی میکنه، که برادر بزرگشان هم دکتر هست، یکی از دکتر صاحبای خیلی موفق و ورزیده کشور ما. مصطفی جان استاد ما هم هستن، بله استاد مصطفی جان هم هستن و در کنارش هم مادر جان مصطفی جان البته در موسیقی خانمای خیلی فعال بودن. در دیگه مسائل در موسیقی استادم نیستن، چرا رشته از اونها موسیقی نیست. و دکتر صاحب که یک نقاش بسیار خوب از خطا، بله بسیار خوب از پلی دکتری. و جالبی است که اصلا فعال تا سنف 12 اول نمره سنف بوده دکتر صاحب و استاد ما در خطاطی هم بود و در زبان انگلیسی هم در کورس استاد ما دکتر صاحب بود. بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر مصطفی جان. انشالله همچنان ایام عیدتان به خیر خوشی سپری شود، خوش باشین، خوش بگذرانین و همچنان عید بازم برتان تبریک میگم. پدر جان و مادر جان تانم هر کجایی که هستن صحتمند و سر حال باشن، خاطرتان جمع باشه، اینجا هستن، ما دوست جان داریم، افتخار ما هستن، شما هم هر کجایی که هستین به خیر و سلامت باشین. بازم تشکر میکنم از شما رویا جان عزیز، از رستم جان عزیز و از مردم عزیز که چند لحظه که ما در برنامه بودم حوصله‌مندی و خرج دادین. دیگه انشاءالله ما براتون دعا میکنم که روزای بسیار خوش و سعادتمند و پر از لبخند عیدت داشته باشین و دور از کرونا و دور از جنجالا و دور از مریضی ها و گپا باشین. خداوند همیشه خوش و آرام داشته باشه تانه. براتون ایام خوش میخوایم، براتون عید خوش میخوایم و تشکر میکنم از اینکه ما رو یاد کردید. بسیار تشکر مصطفی جان عزیز، ما هم واقعا خوشحال شدیم از اینکه خودت امروز در برنامه داشتیم. بازم عید خودت مبارک باشه و سه روز عید بخیر بر خودت سپری شود. آخرین اجرا رو از خودت میداشته باشیم و با می اجرایت با خودت خدافظی میکنیم. وقت خوب و خوش داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار مصطفی جان. خداوند نگهدارتون. تشکر. Thank you.
دست دوست مست بیهوشیار نشد چشم مست دوست مست بیهوشیار نشد چشم مست دوست سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.